سلام عرض کنم، خدا بیامرزه، یه آقایی بود، ایرانی بود، واقعا آدم خیلی منظمی بود، آدم خوشش میومد از کارش. از یه نظر دیگه تو ریچموند هیل بود این بنده خدا، اون که 70 سالش بود، ماشینم داشت که آرم معلول، یعنی کسایی که نیاز به هندیکپ، حالا من مادر فارسیش چیزی نگیم به کسی بر بخوره، دچار ناتوانی بود. در حال دکترها اینجا زرت و زرت به همه میدن، 300,000 تاش فقط توی تورنتو از هر جا دوست دارن پارک میکنن. خلاصه این بزرگوار دو روز تو دو ساعت، یکی ساعت ده صبح که بعد از ظهر میومد دم تیمورتون، دم هایوی 7 و یانگ، و اونجا چیز میکرد، اونجا مواد میداد به ملت، تریاکو میداد و ملت هم میومدن قشنگ صف میکشیدن. خلاصه بنده خدا، خدا بیامرزتش، یه چند هفته ای که فوت کرده دیگه، روح شاد باشه، حال نمیدونیم دیگه حالا ساقیش کی میشه دیگه، جاستین ترودو چیکار میکنه، آقای داکفورد و مجید جوهری و این نمانده محترم که کاری که تو این همش که دارن دنبال اینن که یا حشیش رو آزاد کنن یا مواد مخدر رو آزاد کنن دیگه، یا اینکه مشروبا رو ببرن توی مغازه ها، میخوان ملت نشه باشن نفهمن چه بلایی دارن سرشون میارن دیگه. در حال دیگه گفتیم اینم بگیم که یه سری ایرانی هستن که اومدن دومالیس، اومدن یادشون میره فارسی صحبت کنن، همش انگلیسی صحبت میکنن، تو عمرشون هم اینجا یه مقاله خوندن، نه انگلیسی گوش کردن، نه میدونن. در حال خواستم بگم که اینجوری نیست، ایرانی ها درصد قابل ملاحظه شون هم خلافکارن، با پلیس ها سر کار دارن و چندان شهرت خوبی هم نداریم دیگه. تا بعد.